جمال الوجود بذكر الإله، وتصفو الحياة بنور هدى. جمال الوجود بذكر الإله، وتصفو الحياة. سورة همزة 104 سورة قرآن بودا در مكة مكرمة نزل شده، از 9 آیت عبارت است. این سوره در خصوص شخصانی که مردم را عیب میگیرند و آبروی آنها را میریزانند و طعنه زده مسخره میکنند و ایذا میدهند سخن میکنند. همچنین شخصانی را مذمت میکند که چونان مشغول جمع کردن مال دنیا اند که گویا در این دنیا ابدی میمانده باشند. ختم این سوره مبارک ذکر عاقبت این جماعه بدبخت را بیان میکند. آنها داخل نار آتش جهنم می شوند و در آن چنان می سوزند که از آنها چیزی باقی نمی ماند. خداوند قادر و توانا باز آنها را به صورت اول می آرد تا از سر نو این عذابها را بچشند. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوندی که به اندازه مهربان و به نهایت بارحم است. ویل لکل همزه لمزه، وای بر هر غیبت کننده ای طعنه کننده ای عیب جو. همزه عبوری کس را رزاندن و لمزه عیب و کمبودی های آدمان را کافته غیبت کردن است. روایت است که از مشرکان انس ابن شریق با چندین عیب ها پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم را عیب گرفته مسخره میکرد. حق سبحانه و تعالی این سوره را نازل کرده گفت وای بر کلی غیبت کننده و طعنه کننده. وای عذاب سخت یا وادی است در جهنم برای شخصانی که آنها رسول خدا صلی الله علیه و سلم را طعنه و بهتان یا با چشمک زدن و ابرو پراندن مسخره میکردند. بعضی مفسران گفتند که حکم این آیت عام است. کسی که این صفت ها را داشته باشد تحت این وعید وعده عذاب داخل است. زیرا که ریختن خون مؤمن چقدر گناه باشد، ریزانیدن عبرو و جستن عیب او نیز همان قدر گناه دارد. خلاصه معنای این آیت والله اعلم چنین است: عذاب سخت و هلاکت بر هر انسان نصیب خواهد شد که عیب مردم صالح را می جوید و آنها را غیبت می کند. الذي جمع مالا وعدده، آنه که جمع کرد مال را و شمارید و آن را نگاه داشت. این آیت صفت بدی انس ابن شریق و شخصان امثال آن را بیان کرده گفته است که مقصد آنها فقط حریصانه جمع کردن بایگری ثروت است. زیرا آنها از پول و بایگریشان زکات و صدقه فطر نمی دهند و به محتاجان و یتیمان و بیوزنان و بیچارگان یاری نمی رسانند و به خیش و تبار و همسایگان و دوستانشان مروت نکردند. فقط از روی عادت پول و بایگریشان را تکرار به تکرار می شمارند و می پندارند که آن پول و مال آنها را جاویدان نگاه می دارد. چنانه که آیت زیرین فرموده است آنها اشتباه کردند. يحسب ان ما له اخلده، میپندارد که مالش او را جاویدان میگرداند. آیا آن جاهل و نادان و از آینده خود غافل گمان میکند که مالهای جمع کرده و حساب کرده اش در دنیا جاویدان میماند و او را از هر گونه آفتها نگاه میدارد؟ هرگز. کلا لینبذن فی الحطمه، نه البته او را در حطمه انداخته می شود. آیت مذکور شخصانی را که صفتشان در دو آیت بالا ذکر شد با کلمه کل شدیدن منع و هوشیاری داده فرموده است که آنانی که چنین صفت دارند باید از این کردار و فکر نادرست خود بازگردند. اگر باز نگردند و خود را اصلاح نسازند، والله قسم آنها در آتش حطمه که تفسیرش در آیت های زیرین بیان می گردد عذاب داده می شوند. و ما ادراک ما الحطمه، و تو چی می دانی که حطمه چیست؟ از کجا می دانی که چیست آن حطمه؟ این آیت خطاب به رسول الله صلی الله علیه و سلم است. با شنیدن این سوال در دل انسان حس اضطراب پیدا می شود.
اگر الله تعالی خودش با انسان معنای حوتمه را بیان نکند، انسان از درک معنای آن عاجز است. آیت زیرین صراحتاً معنای حوتمه را بیان می سازد. نار الله الموقده، آن آتش افروخته الهی است. حوتمه آتش است در جهنم که آن را الله تعالی افروخته است. درجه حرارت آن آتش خیلی بلند بوده، دائم شعله می زند. گرمی و حرارت آن با گرمی آتش زمین قابل مقایسه نیست. التي تطلع على الافئده، که به دلها غالب شود، که هر انسان زنده صاحب آن است. الله تعالی در این آیت خبر داده است که آن آتش حوتمه هنگام رسیدن به بدن اول به دل تأثیر می کند، آن را فرا می گیرد و احاطه می کند. تأثیرش به دل نسبت به دیگر عضوهای پرزورتر است. خلاصه سوزش سخت ترین نصیب دل عضو حساس ترین می گردد. یعنی دل انسانی که صفتش در آیت های یکم، دویم و سیوم گذشت، در آتش حوتمه می سوزد که قلم از تصویر آن و خیال از تصور آن عاجز است. نعوذ بالله. خلاصه آن دل با جسد یک جا می سوزد و از شدت عذاب آرزوی تمنای مرگ را می کند. ولی هرگز آنها دیگر نمی میرند که از این عذاب ها خلاص شوند. برای چی خلاص نمی شوند؟ آیت زیرین و این سوال جواب می دهد. اینها علیهم مؤصده، البته آن آتش از هر طرف به آنها گمشته شده است. پس از آن که کافران در دوزخ انداخته شوند، اطراف آن بسته می شود و راه برآمد برایشان محکم می گردد. فی عمد ممدده، در احاطه ستونهای بلند آتشین و پس درهای محکم قرار گرفتند. این آیت از صفت آتش حوتمه خبر گفته است که آتش حوتمه با ترس و روندی به خود خاص می سوزد. انسانی در داخل آن بوده از هر سو با ستونهای بلند آتشین احاطه می گردد و این راه و علاجی از آتش برآمدن را ندارد. ابدی در جهنم می سوزد. اکنون برادران عزیز و بانوان مهربان، بیایید از چنین صفتهای پست زیان دهنده خود را احتیاط کرده، گفت خدا و پیروی رسول او صلی الله علیه و سلم را درس هر روزه خود قرار دهیم و دست دعا به سوی خدا دراز کرده از چنین عذابهای جهنم از او پناه بجوییم. آمین. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة